حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و همکاری کشورهای همسایه برای حل چالش‌ها در افغانستان و کمک به امارت اسلامی در راستای مبارزه با هراس افغانی از موضوع‌های مهم ششمین نشست فرمت مسکو بوده است. وی در گفتگو با ارنا بیان داشته که در قالب یک ابتکار منطقه‌ای، کشورهای عضو نشست فرمت مسکو درباره کمک به بازسازی افغانستان و جلوگیری از سیل مهاجرت افغان‌ها گفتگو کردند. کشورهای همسایه در قالب یک ابتکار منطقه‌ای دور هم جمع شدند تا در حوزه مقابله با تروریسم به افغانستان کمک شود و این مسئله مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه می شود شرایط مقدماتی را برای آغاز بازسازی و سازندگی این کشور انجام داد تا از سیل مهاجرت جلوگیری کرد. اما یکی از آگاهان روابط بین الملل کشورهای منطقه را متاثر از قدرت‌های جهانی دانسته و می‌گوید که این کشورها نمی‌توانند گام‌های عملی را در رابطه با افغانستان بردارند. فرمت مسکو به خاطر رفع نگرانی کشورهای همسایه و فرامنطقه از اثر بازی‌های استخباراتی قدرت‌های بزرگ که در افغانستان جریان دارد تدبیر می‌شود و چون این کشورها تحت تاثیر همو قدرت‌های بزرگ هستند نمی‌توانند مستقلانه در مورد افغانستان و به رسمیت شناختن طالبا یا تعامل با طالبا هم عمل کنند. بنابراین با این نشست‌ها تلاش می‌کنند همو نگرانی‌های خود را رفع کنند. یکی از آگاهان سیاسی در مورد رویکرد ایران در قبال افغانستان چنین می‌گوید: متأسفانه حاکمان تهران در قبال افغانستان خصمانه عمل می‌کنند. در استیج بین‌المللی صحبتشان مبنی بر تفاهم هست، اما در کارزارها میبینید که او خلاف موضوعات صحبت میکنند. اگر میخواین افغانستان را حمایه بکنند، پای خود بالای گلن افغانها چرا میمانند؟ و اگر منافع مهم هست، طبعا منافع جانبین مطرح بحث باید باشد. تقابل ها از طریق گفتگو رای حل پیدا میشه. اگر چنین نکنند، طبعا که تاوان عظیم خودشان خواهد ببینند. ششمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان در 13 میزان به میزبانی روسیه و با حضور امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی و نمایندگان چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. کشورهای اشتراک کننده در بیانیه پایانی این نشست نگرانی خود را نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان و حضور گروه‌های هراس افغان در این کشور ابراز کردند، موضوعی که امارت اسلامی همواره آن را رد کرده و از مسئول بودن خاک افغانستان اطمینان داده است.